این هم سوت پایان مسابقه، بازی تمام میشه. حسرت و انتظار پرسپولیس ادامه داره. باخت تلخی بود، دلمون شکست. باخت پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا، طلسم 27 ساله باشگاه فوتبال ایران برای قهرمانی نشکست. مشکل تیم‌های ایرانی چیست؟ این سوال ما از رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران است. دو مهمان هم داریم که به ما از مشکلات صدا و سیما با کنفدراسیون آسیا میگویند و دلایل استقبال میلیونی از گزارشگری عادل فردوسی پور، چهره‌ای که از رسانه‌های حکومتی حذف شده. در ادامه برنامه امشب، محیط زیست ایران قربانی لوله‌های فرسوده انتقال نفت. یک هفته بعد از نشت و آتش سوزی در منطقه میانکوه، سفره‌های زیرزمینی هم در خطر آلودگی قرار گرفتند. و مصاحبه بی بی سی فارسی با وزیر خارجه کانادا درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین. شامپنی میگوید اگر اوتاوا از روند تحقیقات راضی نباشد، ایران را به دیوان بین المللی دادگستری میکشاند. و همینطور آغاز 3 روز عزای عمومی در ارمنستان به یادبود قربانیان جنگ قره‌باغ. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تیم فوتبال پرسپولیس تهران در مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا به حریف کره‌ای باخت و نتوانست طلسمی 27 ساله را بشکند. این بازی که در قطر برگزار شد پر جنجال بود و با حاشیه‌های بسیار، از موضوع پخش تلویزیونی و مسابقه گرفته تا سرباز کردن زخم کهنه و مشکلات مالی و فنی فوتبال ایران و در مرکز توجه قرار گرفتن یک چهره شناخته شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر حق پخش مسابقات با تلویزیون ایران به مشکل خورد و تصمیم گرفت به جای کانال‌های داخل ایران مسابقه را با گزارشگری یک چهره محبوب تلویزیونی در اینستاگرام پخش کند. تصمیمی که باعث شد میلیون‌ها کاربر به صفحه فارسی کنفدراسیون هجوم ببرند. چرا پرسپولیس باخت؟ چرا بسیار این باخت را باخت رسانه‌های حکومتی ایران هم می‌دانند و چطور عادل فردوسی پور، چهره محبوب که از تلویزیون ایران کنار گذاشته شده، سر از گزارشگری این بازی درآورد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پوریا ژافره. پرسپولیس نترس و با خاطراتی خوش از حضور قبلیش در قطر برای ثبت اولین قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی وارد زمین استادیوم جنوب شد. شجاعان بازی کردن قرمزهای تهران این تیم را جلو انداخت. مهدی عبدی که در نیمه نهایی به النصر گل زده بود، از اشتباه دفاع اولسان حداکثر استفاده را کرد و توپ را به گوشه دروازه حریف فرستاد. اما قسمت نبود پرسپولیس برنده به رختکن برود. قبل از پایان نیمه، خطایی که از چشم داور در نگاه اول دور مانده بود، با مشورت کمک داور ویدیویی پنالتی اعلام شد و نگاه مهاجم برزیلی در یک رفت و برگشت دروازه پرسپولیس را باز کرد تا دو تیم 1-1 مساوی بشوند. در نیمه دوم همین سناریو تکرار شد. یک پنالتی دیگر باز هم توسط کمک داور ویدیویی اعلام شد. این یکی را نگاه و راحت تر گل کرد. گل شماره 35 این فصلش برای تیم کره‌ای. در ادامه پرسپولیس که روی نیمکت انتخاب‌های زیادی نداشت، نتوانست نتیجه را جبران کند. پرسپولیس تهران 1، اولسان هیوندای 2. در صورت ما توی تعویضامون واقعا مشکلات زیادی داشتیم و یه جورایی دستامون خالی بود برای اینکه بتونیم هم تعویضای بهتری داشته باشیم و اون بازیکنایی هم که شما اسم بردین از دست دادیم، در صورت اونها بازیکنای تاثیرگذار تیم ما بودن تو دور قبل. و جامی که بار دیگر از دستان تیم‌های ایرانی دور می‌ماند. پنجمین شکست تیم‌های ایرانی در فینال لیگ قهرمانان آسیا، حسرتی که حالا 28 ساله می‌شود و معلوم نیست تیم‌های ایرانی دوباره کی فرصت قهرمانی داشته باشند. پوریا ژافره اینجا با من، با پوریا ژافره صحبت میکنیم، ولی فعلا داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از تهران با ما هستن. آقای مصطفوی، شما در سال 98 وقتی که ایران به جام جهانی فرانسه رسید رئیس پیشین فدراسیون بودید.
ایران 5 بار به فینال رسیده در در آسیا، چرا نمیبرن؟ چرا گره کار در کجاست که تا این مرحله میان ولی نمیتونن تمومش بکنند؟ اول سلام میکنم خدمت شما جناب علی و شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز شما. خب درباره این مسئله که شما میفرمایین میشه ساعت‌ها صحبت کرد، ولی هم وقت برنامه شما کمه و هم وقت اینکه به من میرسه چون آیتم‌های دیگری هم شما دارید. ببینین، مشخص بود که پرسپولیس تو این بازی برنده نخواهد شد. علتش هم این است که تیم مقابل پرسپولیس هر 3-4 روز یک بار یک مسابقه میداد در جام باشگاه آسیا، قسمت شرق آسیا، ولی پرسپولیس از 10 آذر به بعد بازی نکرده بود. یه بازیش با نساجی بود که برچیده شد، بازی دومش هم کرونا بعضی از اعضای تیم زوباهن سر شد که این بازی قطع بشه. بنابراین پرسپولیس خارج از مسابقه بود. وقتی یک تیمی خارج از مسابقات باشه، شما شک نکنین که نتایج خوبی به دست نخواهد. البته فوتبال ایران هم با پرسپولیس همکاری نداشت، یعنی به هر صورت در مملکت ما یه رقابت هایی وجود داره که نمیتونیم ببینیم یه تیمی با 30-40 میلیون هوادار و خوشحال شدن مردم، کمتر تیم های دیگه به این اهمیت میدن. بنابراین پرسپولیس نه بازی تمرینی داشت، نه بازی تدارکاتی، خارج از مسابقه بود، ولی برعکس تیم مقابلش تیمی بود که هر 3-4 روز یه دفعه یک بازی میکرد. دومین عامل این بود که تیم کره‌ای همه اعضا و عواملی که باعث موفقیتش در مسابقات مقدماتی حذفی شده بودن همراه داشت، یعنی همه این تیم از ابتدا با یه تیم متشکل، با یه کادر معین، تدارکات معین، سرمربی معین و قوی با روحی معین وارد زمین شد تا به پرسپولیس برسه. ولی تیم پرسپولیس متاسفانه بازیکنان خوبش که در مورد مقدماتیش نداشت. ما ایشالا که آل کسی رو اصلا دنیا نفهمید، آسیا نفهمید که این جوان رو برای چی محروم کرده بودن. اینجاست که من همیشه گفتم که ما در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آدم نداریم که از حق ایران دفاع کنه. همین اتفاق واسه آقای مسی و آقای سوارز افتاد، ولی اینها رو محروم نکردن، تیمشون رو نذاشتن این دوتا نباشه، ولی برای فوتبال ما خیلی راحت گذاشتن. که یکی مسئله مهمی دیگه همین مسئله به وی ای آر. ببین لطمه‌ای که وار به ما زد لطمه‌ای بود که هم مملکت ما توان خریدن این دستگاه VAR نداشت و هم داورهای ما نتونستن بدون VAR بازیکنان ما رو کنترل کنن. VAR برای این به وجود بوده که بازیکنان زبل، بازیکنان باهوش، اگه VAR بود هیچ شما شک نکنید که اون گل مارادونا قبول نمیشد. در اون زمان هیچی نبود و شد، ولی امروز VAR اومده، شما دیدین چند تا خطا پنالتی ماها رو سر اون بیار گرفتن. هم شما میخوام بگم که حالا ما برای چی باید کره رو ببریم؟ با کدوم تدارکات مقدماتی؟ با کدوم روحیه به بازیکن دادن؟ با کدوم آدمهای بجز سرمربی، تدارکات، سرپرست که اینا همه فوتبالی بودن، قائم مقام باشگاه پرسپولیس فوتبالی بودن، ولی شما ببینین رئیس باشگاه، مدیر عامل، شما 60 نفر برداشتین، حالا طبق اطلاعاتی که من دارم 60 نفر برداشتین بردین، کدوماشون مؤثر بودن در تهران وقتی بودن تونستن عیسی علی کسی رو از محرومیت رهایی بدن؟ لطمه VAR لطمه کوچیکی نیست، نداشتیم، لطمشو خوردیم، باز هم لطمشو. خیلی خوب آقای مصطفی، ولی یه توضیح کوچیک بدم. VAR خب منظورتون همون تکنولوژی بازبینی صحنه ها هستش که خب خطا رو میتونن بگیرن. امروز هم در 2 مورد پنالتی به اون مراجعه کردن. در هر صورت شما بیشتر به بازی امروز اشاره میکنید، آمادگی های جسمانی و فنی که مربوط میشه به حالا این دور از مسابقات، ولی از آقای یحیی گل محمدی نقل شده، سرمربی حالا تیم، که ایشون میگه آقا مشکل فوتبال ایران یا مشکل پرسپولیس اصلا یه چیز مبناییه، برمیگرده به ساختارها. وضعیت فوتبال چیه که این نتیجهش میشه؟ خب وضعیت ساخت، ببین ما اول
بعد از خودمون شروع کنیم. قبول حرف آقای یحیی گل‌مهدی به قبول، ولی من یه سوال دارم از یحیی گل‌مهدی. چطوری شما آقای سیامت نعمتی رو در چند مسابقه قبل میگذاری در دفاع راست در اونجا که باید خوب انجام وظیفه بده و کارشو خوب انجام میده، بعد میای سر یه مسابقه ما یهو برمی نه شیری رو برمی داری میری میذاری اونجا و شیری نمیتونه در اون پست اون جوری که نعمتی موثر واقع شد؟ ما اشکالات فنی داشتیم، اشکالات فنی من با گذار من یک نمونهشو گفتم. توجه میکنی همیشه در فوتبال مرسومه، میگن وقتی میخوای یه بازیکنی بذاری تو زمین سعی کن به خط دروازه حریف نزدیکش بکنی، نیاری به حد خط دروازه خودت باید. چون یک اشتباه این بازیکن سبب یک پنالتی شد و سبب باخت شد. حالا درست ولی میخوام بگم گفتین ساختار، ببین ما ساختار نداریم. مگه ما اتومبیل سازیمون ساختاره؟ ما با کره شروع کردیم، الان کره یا در اتومبیل سازی کجا هستن؟ ما کجا هستیم؟ شما ساختار وقتی نداشتی نمیتونی به اون جایی که میخوای برسی. امثال مثلا پاناسونیکو دارن، درست، دستگاه‌های دیگه‌ای دارن که ما اونها نمی‌دونیم. آقای مصطفی یه مقدار بی‌پرده‌تر اگه صحبت بکنیم، زمانی که اسم استقلال تاج بود، شما توش بازی می‌کردید، با پرسپولیس بازی کردید، در همه رده‌ها بودید. مشکل اساسی رو بعضی‌ها میگن که آقا این نهادهای متعدد نظامیه که در فوتبال نقش داره، فساد مالی هست که توی فوتبال هست و هزار و یک دلیل دیگه. از نظر شما مهمترینش کجاست؟ چرا باید شاهد میگیرم برای شما؟ من یه چیزی حدود 20 سال مدام در فوتبال بودم، یعنی 50 سال من در فوتبال بودم، ولی تو کار مدیریتی تو اون زمانی که من بودم بذار یکی دو مورد نهادهای نظارتی درش دخالت میکنن. یکی از اونها این بود که منو که رئیس فدراسیون فوتبال بودم ممنوع خروج کردن برای رفتن به استرالیا. خب اینا یادمون نمیره، یاد حداقل یاد من نمیره، ولی اینو میخوام بگم که هر کسی تو این مملکت، ببینید در سال 2002 یه رئیس فدراسیون اومدن گذاشتن از مشارکت، ایشون خیلی ادعا داشت فوتبال میره. سال 2002 با هزینه سنگینی که کردین یه سیاسی اومد به نام آقای صفایی فرهانی شد رئیس فدراسیون و در اون سال ما نرفتیم. علت کار اینه که مردان بزرگ در بعضی از شرایط از بعضی از آدم‌ها دفاع میکنن. من به شما میگم فوتبال دست فوتبالیا نیست. اگر فوتبال دست فوتبالیا بود آدم‌های متخصص، کاردان، کارشناس امروز بیکار نبودن. امروز کسانی رأس باشگاه هستند، به خصوص این تیم‌های بزرگی مثل من، به همه‌شون احترام می‌ذارم. چون شما گفتین درباره فوتبال، به شما می‌خوام بگم که حق اونها نشستن رو صندلی پرسپولیس استقلال نیست. مدیر عامل پرسپولیس استقلال 50 میلیون هوادار هست. امروز سال‌هاست دارن میگن که ما می‌خوایم پرسپولیس استقلال رو واگذار کنیم به باشگاه. کجا کو کی کردن؟ ببینید وزارت ورزش در هر برهه‌ای میاد تو فوتبال دخالت میکنه. امروز الحمدلله فدراسیون فوتبال یه کار خوب کرده، دست سیاسیونای فوتبال کوتاه کرده، بنوزن کاملا نشده. میخوام به شما بگم چون ساختار نداریم، چون آدمهایی میان که نباید بیان، خدا شاهد اگه 500 هزار نفر انتخاب کنی میتونی انتخاب کنی، ولی این آدمایی که الان رأس کار هستن به خصوص در مدیر نمایشگاه اینا حقشون نیست بچن. خب فوتبالیست یا گل محمدی فکری اینا مال فوتبالن، بچه فوتبالن، زحمت کشیده فوتبالن، ولی وقتی به یه جایی میکنن که زبون اینها رو کسی نمیفهمه چی میشه؟ میشه ایتالی کثیر، میشه این که نمیتونن یه بچه که یک شکلک در آورد اونم به خاطر برادرزادهش میان محرومش کنن، اصلا اجازه نمیدن بره در قطر. یعنی اینقدر ما ضعیفیم، ما ساختار نداریم. فوتبال ما مثل اتومبیل سازی ما ساختار نداره، مثل صنایع الکترونیکی ساختار نداره. هر کی تو باند بود، هر کی تو رفاقت بازی بود، هر کی تو دستور کارش بود سر کاره. متشکرم. یه قطاری هست که متخصصا بیکارن، غیر متخصصا سوار این کار هستن. من امیدوار هستم یه روزی برسه که همه متخصصین سر کار باشن و غیر متخصصین برن بشینن خونه، برن کار دیگه بکنن، دست سر ورزش بردارن. شما اگه میبینید یه جرقه هایی هم زده میشه در بعضی مواقع، مثلا در والیبال و بسکتبال، اینا ساختار ندارن، این جرقه ها به زودی فروکش میکنه. بنابراین تا ساختار نداشته باشید، تا آدم های متخصص نیان، تا اون قطاری که برای مجموعه این وطن عزیزمون ایران داره حرکت میکنه مملو نشه از آدم های متخصص، این میشه که امروز پرسپولیسی که مورد علاقه 30 میلیون نفر هست. بسیار ممنونم. ناکام.
خیلی ممنونم از داریوش مصطفوی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران از تهران با ما. و اما رقابت 90 دقیقه فوتبال فقط بخشی از داستان فینال امروز بود. بازی پرسپولیس و اولسان هیوندای حاشیه‌ای هم داشت که برخورد متن سایه انداخت. چی شد که در چند روز صفحه فارسی فدراسیون آسیا در اینستاگرام میلیونی شد؟ پوریا ژافره اینجاست. پوریا، بیرون از ایران خیلی سخت بود که ما این بازی رو ببینیم، بالاخره در ایران بازی رو پخش کردن نکردن، در نهایت چی شد؟ ماجرا از این قراره که ما از دو طرف میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم که هر دوتاش میرسه به یک جواب. یکی اینه که ما بیایم نگاه بکنیم که پرسپولیس چرا باخت، و هم یحیی گل محمدی گفت، هم خیلی‌ها صحبت کردن به خاطر اینکه نفرات کافی نداشت برای اینکه روی نیمکتش خالی بود. خب الان سوال میکنیم چرا نفرات کافی نداشت؟ به خاطر اینکه بعضی این تیم رو ترک کردن، به خاطر اینکه سر موقع حقوقشون پرداخت نمیشد، جاهای دیگه پیشنهادهای بهتری داشتن، از این تیم رفتن به خاطر پول بیشتر. چرا پول وجود نداره در پرسپولیس؟ به خاطر اینکه هیچ منبع درآمد درست حسابی نداره پرسپولیس. همه جای دنیا از طریق حق پخش تلویزیونی تیم‌ها پول درمیارن و از اون طریق پول بازیکنانشون رو میدن و کار امورات خودشون رو میگذرونن. حالا بیایم برگردیم از اون نقطه‌ای که شما صحبت کردی، چرا تو انگلیس نمیشد این بازی رو نگاه کرد؟ به خاطر اینکه هر کسی برای دیدن این بازی به یک نحوی باید یک جایی یک پولی میداد، که کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز میاد میگه که 4 میلیون من میدم به تیم، 4 میلیون دلار من میدم به تیم اولسان هیوندای و 2 میلیون هم میدم به تیم پرسپولیس که رسیده به فینال. 2 میلیون دلار. این پولا رو از کجا آورده؟ از اینکه این حق پخش تلویزیونی رفته جاهای مختلف فروخته، با توجه به اینکه اینا میان حق پخش رو پرداخت میکنن، اسپانسرها میان تو بازی تبلیغات خودشون انجام میدن، این پول رو میدن به کنفدراسیون که مسابقات برگزار بکنه و این جایزه نقدی رو برای تیم‌ها در نظر بگیره. بسیار. گفتی پول، اتفاقا 2 میلیون دلار. قبلش هم گفتی که پرسپولیس منابع مالی نداره. این 2 میلیون گرهی از کار پرسپولیس باز میکنه؟ گره از کار پرسپولیس باز میکنه، ولی معلوم نیستش که این 2 میلیون دست پرسپولیس برسه یا نه، به خاطر اینکه پرسپولیس از لیگ داخلی، پرسپولیس که فرق نمیکنه. شما الان تو تمام این سال ممکنه استقلالیا ناراحت بشن، بیاید نگاه بکنید که چه اتفاقی برای فوتبال ایران افتاده. استراماچونی از استقلال رفته، کالدرون از پرسپولیس رفته، کلی اینا هر کدومشون بازیکن از دست دادن. همین تیم استقلال سری قبل که قطر بوده برگشت ایران، روزبه چشمی و علی کریمی رو از دست داد. همین تیم پرسپولیس سری قبل رفته قطر، وقتی که برگشت شجاع خلیل‌زاده را از دست داده، قبلش ترابیان را از دست داده، قبلش بیرانوند را از دست داده. خب به خاطر اینکه هیچ پولی نیست. یه مقدارش حالا شما میتونید بگید که تحریمه، ولی که چطوره که از لیگ داخلی هم به این تیما هیچی نمیرسه؟ یعنی همین مسابقات داخلی خودمونم سهم باشگاه ها هیچی است، و وقتی که این پول با یک چرخه صحیح نیاد برسه به اونا، این مشکلاتی که امروز هست اتفاق میفته و تیمای ایرانی ضعیف‌تر میشن از بقیه تیما. ممنونم از پوریا ژافره. و اما همونطور که اشاره شد، فوتبال امروز حاشیه‌های زیادی داشت. از جمله اونها حضور عادل فردوسی پور بود که بعد از مدت‌ها یک جورایی بازگشت به صحنه ورزش و همینطور گزارشگری. درباره اون حرف و حدیث بسیار زیاد شد و همینطور مراجعه به صفحه فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اینستاگرام. مهرزاد کهنروز در این باره گزارش میده و بعدش هم گفتگویی در این باره داریم با دو کارشناس. قرعه رو که بردیم، بازی رو هم انشالله ببریم. مسئول شجاعی انتخاب میکنه تیم در سمت راست بازی. گزارش فوتبال در ایران 2 دهه است که با این صدا و این چهره گره خورده. احسان سانتوس انجام میشه، گل توی دروازه، مهدی طارمی زد، خودشون زدن گل برای ایران. دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردیم، اولین گل به خودی جام، ما رو یکیچ برنده میکنه. ایران اگر ببازد یا ببرد، شنیدن همین صدا، همین هیجان، ببینید این طرفدار رو، کیف کنید، لذتشو ببرید. دیدن عادل شانه به شانه فوتبال برای مخاطب دلنشین است. این بازی ایران و مراکش تابستان 97، 2 سال پیش، شور و هیجان عادل فردوسی پور در اوج گرمای تابستان، اما نمیداند زمستان همان سال قرار است برنامه‌اش را تخته کنند. جونم کیروش، چقدر این تیم خوبه، چقدر این پسرها خوبن.
حدود 2 سال است که مردم نه نود دارند و نه عادل فردوسی پور. برنامه جایگزین، برنامه فوتبال برتر با اجرای میساقی خوب است اما عادل نیست. اما چرا نیست؟ دیگه نمیشد اینجوری ادامه داد. خیلی روشن، ما نه محبوبیت ایشون برامون مثلا پنهان بود، نه تخصص ایشون برامون پنهان بود. منتها واقعا عرض میکنم بهترین دروازه‌بان شما میتونی که این دائما داره توی خط دیگه‌ای کار میکنه، خب نمیتونی بعد بگی که دیگر بذاری دروازه. یعنی میخوام بگم این درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد، بقیه هم داشتن نگاه میکردن گفتن اگر مثلا یه کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیتش کسی هم بهش چیزی نگی، خب ما هم همین کارها رو بکنم. مثلا صدا و سیما از هم میپاچید، اینجور یه ناگزیر بودیم از اینکه این تصمیم گرفته بشه. برنامه 90 در زمان خود پربیننده ترین برنامه زنده صدا و سیما بود. 10 میلیون بیننده و میلیون ها اسمس. دوشنبه شبها، 10:30 شب ایران. برنامه‌ای که با محوریت فوتبال شروع شد اما به مرور حواشی بر متن غلبه کرد. پرداختن به ابعاد فساد، انتقاد از عملکرد چهره‌های سیاسی، صدای متفاوت از سنگر و تریبون تندروها و محافظه‌کاران، صدایی که چندان هم برای مدیر جوان شبکه 3 خوشایند نبود. کنار گذاشتن چهره‌ای با این قدرت طرفداران را مبهوت کرد. من فرزند رسانه ملی هستم. عادل که دستش، زورش به مدیر شبکه نمی‌رسید، دعوا را در روزهای پایانی سال 97 به 5th جشنواره جام جم کشاند. اینکه تو سخت‌ترین سال کاریم و در سالی که در رسانه هم حتی به من بیمهری شد، در حالی که مدیر شبکه 3 محمد رضا گلزار مجری برنامه سرگرمی برنده باش را انتخاب کرده بود، مردم انتخاب دیگری داشتند. مردم به من دادند دیگه فراتر از ارزشمنده برای من، به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم. مردم همیشه من مدیونشون بودم و واقعا نمیدونم با چه زبونی از مردم تشکر کنم. از خیلی منقلب شدم به خاطر تمام سختی‌هایی که کشیدم تو این سال. عادل فردوسی پور در نظر هفته‌نامه نیوزویک در سال 2009 در میان 20 شخصیت تأثیرگذار در ایران قرار گرفت، پس از تلویزیون بی بی سی فارسی و قبل از مهران مدیری. عاشق دعواست، دعوای دیگران. کی؟ اجازه بده. کی آقا؟ و چالش و دعوا. بعد چی میشه؟ این چیزی که من بارها دیدم، یکی میاد رو خط، یکی دیگه هم میارن رو خط، یکی دیگه هم میارن رو خط، 3 نفر. عادل هم اونجا نشسته و هیجان زده. اینا که دعواشون شروع میشه، از این به بعد دقت کنید، اینجوری میشه. مخاطبان از صدا و سیما شاکی‌اند. سازمانی که به گفته بعضی منابع حدود 48,000 نیرو دارد، حدود 400 میلیون دلار بودجه، اما آن چیزی که آنها دنبالش می‌گردند را در قاب تلویزیون صدا و سیما نمی‌بینند. سلام. عادل فردوسی پور امروز اما بود، گزارش هم کرد اما نه در صدا و سیما، در پلتفرمی که اخیراً رقیب سرسخت صدا و سیما شده و انحصار را از صدا و سیما گرفته. چقدر دلم تنگ شده بود براتو، نمی‌تونم بیان کنم. یعنی خودم گفتم بابا خودم کنترل کن اول بازی، ولی عادل امروز در اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، صفحه‌ای که خودش و حضورش فالوورهای آن را میلیونی کرد. هجوم هواداران در روزی که برای مدیران شبکه 3 و صدا و سیما شبیه رفراندوم بود. مرساد کنروز، بی بی سی. امیر پوریا خبرنگار رادیو فردا و منتقد رسانه از پراگ با ما هست و همینطور ژوبین زروان فعال رسانه‌ای از گوتنبرگ سوئد. سال اول از آقای زروان میپرسم، پرسپولیس باخت ولی عادل فردوسی پور یکی از برنده های مسابقه بود، چی فکر میکنید؟ من اول از همه به شما و بینندگانتون سلام عرض میکنم، آرزوی سلامتی دارم. عرض کنم که
خیلی خلاصه بخوام بگم چون وقتتون قطعا کمه، اینه که ایران کشوریه که و هر اتفاقی تو ایران میفته و برای ایران میفته که واقعا هیچ چیز سر جای خودش نیست و حتی کلمات و مفاهیم نیستن و طبعا انسان‌ها و افراد هم سر جای خودشون نیستن و الان هم هستش که میبینیم عادل فردوسی پور و امثال هم سر جای خودشون نبودن، ولی از اونجایی که عرصه رسانه همونجوری که میدونیم عرصه attention economy یعنی اقتصاد توجهه و توجه منظور توجه مخاطب و مردم الان و ایران منظور جمهوری اسلامی حاکم در ایران، رژیمی که بر این رژیم حاکم بر ایران حکومت میکنه رژیمیه که مایله که مقبولیتش انحصاری باشه و این attention economy که الان ما باش مواجه هستیم و عرصه رسانه هستش، رسانه جمعی هستش، یکی از بحرانایی که الان ایرانی که هیچی سر جای خودش نیست از جمله کسایی که حکومت دارن میکنن باش مواجه و این بحران مقبولیت برمیگرده به اون تاثیرگذاری افراد و به محبوبیت افراد. خب دیگه نیازی است توضیح بدم اینو، فکر میکنم هر کسی متوجه میشه در این عرصه کسی مثل عادل فردوسی پور و عادل فردوسی پورها، حالا چه صحبت ورزش باشه، فوتبال باشه، میتونه هنر باشه، میتونه علم باشه، میتونه عرصه‌های دیگه باشه، صحیح. وقتی که توجه مردم و چشمای مردم و مخاطب رو که همون مردم کوچه بازار باشن رو به سمت خودش خیره میکنه و نزد اونا فقط مشهوریت و معروفیت نداره برخلاف بعضی سلبریتی ها، بلکه محبوبیت و مقبولیت داره، این به معنای فقط مقبولیت و محبوبیت عادل فردوسی پور و امثال هم نیست، بلکه به منزله از نظر اون کسانی که خودشون رو از بقیه جدا میدونن و بقیه و مردم رو جدا از خودشون میکنن که باعث شدن هیچی سر جای خودش نباشه، محبوبیتی کسی مثل عادل فردوسی پور و عادل فردوسی پورها به منزله عدم محبوبیت و مقبولیت خودشونه و ایران الان با یک، یعنی جمهوری اسلامی در ایران الان با یک چالش و یک بحران عظیمی از جنس مشروعیت و مقبولیت روبروه. رو از تعجبی نداره کاری کردن. بله آقای پوریا، صدا و سیما سازمانی بسیار عریض و طویله با یک بودجه هنگفت که اگر نسبت ها رو بسنجیم گاهی وقتا به نظر میاد که قابل باور نیست. چرا کار صدا و سیما به اینجا رسیده؟ ببینید، آنچه که توی همین ویدئویی که آقای فروغی به تازگی ازش منتشر شده و شما هم بخشی از اون رو توی گزارش نشون دادید که الان شنیدن بیننده هاتون و دیدن، نکته مهم اینه که اون ادبیات عمومی در واقع مدیران رسانه صدا و سیما همونجوری که الان هم دیدین اگه اون لحن رو به یاد بیارین یک لحن کاملا امنیتی نزدیک به نظامی و تو هم با یه برخورد زورمدارانه از بالا به پایینه. نگاه از بالا به پایین رو ما خیلی اوقات به یک نگاه توأم با تبختر روشنفکری نسبت میدیم، ولی این نوع لحن که این آقایون دارن اصلا از دانش و سواد رسانه نمیاد، از همون نکته‌ای که الان گفته شد، یعنی احساس تفاوت و تمایز خودشون با بقیه جامعه، با مردم کوچه و بازار، با احساسهایی که یک گزارشگر و فعال رسانه‌ای داره بهشون منتقل میکنه سرچشمه میگیره. عادل فردوسی پور توی این حرف‌های آقای فروغی در حال خروج از مدار توصیف میشه. اصلا این عبارت یعنی چی؟ این عبارتی که تا این اندازه مبهمه، اگه یک ناظم در مدرسه به آدم بگه، آدم پیش خودش شب فکر میکنه که من چی کار کردم تو مدرسه؟ چه کار غیر مجاز شکننده ی چارچوب‌های انجام دادم؟ آیا اون صمیمیتی که احساسهای کاملا آنی مردم پای فوتبال دیدن در لحن عادل فردوسی پور به همون صمیمیت جاری میشه؟ مثل اینکه یهو مثلا میگه آخ جون داور اوتو برا ما گرفت، یا چقدر خوبیم ما. من در واقع تو برنامه خود شما اسفند 97 که در واقع حذف عادل اتفاق افتاد به همین اشاره کردم. آیا اون صمیمیت احساس خارج شدن از مدار میده؟ شما میخواهید که به سبک گزارشگری فوتبال در دهه‌های 60 و اوایل 70 یک رسمیت عبوسی تو لحن گزارشگر باشه؟ مشکل چیه؟ در واقع چیزی که صدا و سیما از دست میده خیلی بزرگتر از اون نکاتی است که بشه بیان کرد به عنوان مشکلات رسانه. اگه کنفدراسیون آسیا میخواست در واقع دلایل حذف عادل فردوسی پور رو در یک متن مکتوبی دریافت بکنه، بعید میدونم میشد گفت که معیار صدا و سیما و فروغی برای این حذف چیه.
اما به هر حال یکی از مهارت‌های منفی جمهوری اسلامیه این که از کسانی که به دلایل حرفه‌ای توی کار خودشون محبوبن یک چیز مبهمی میسازه شبیه معترض، مبارز، دشمن، در حالی که اصلا عادل همچین نگاهی نداره، همچین داعیه‌ای نداره. کار خودشو در فوتبال داره انجام میده به عنوان یک خوره علاقه‌مند به فوتبال، چیزی که گزارشگران قدیمی‌تر نبودن، شغلشون بود. آقای زروان، شما یه مقداری اشاره کردید به بعضی از مشکلات، از جمله مثلا انحصاری که صدا و سیما داره. خب همه چیز در ایران گویا باید در خدمت ایدئولوژی حاکمیت باشه. آیا از صدا و سیمای یک نظام مذهبی چیزی غیر از این میشه انتظار داشت؟ این سوال به جاییه، برای اینکه به این دلیل میپرسم که خودتون سابقه فعالیت در صدا و سیما رو دارید. همینطوره. ببینید، مهمتر از اون سابقه خود من، سابقه که هر کسی که تماشاچی صدا و سیما بوده میتونه تو ذهن خودش پیدا بکنه، که فهم کنم همه مردم مخاطبین شما بشن و هموطنهای من، اون اینه که همجور که گفته شد و دوستمونم فرمودند، بحرانی که الان جامعه ما باشه، یعنی جامعه ایرانی داخل ایران بیشتر و اون رژیم حاکم بر اون، رژیم فکری حاکم بر اون که اون حکومت هست داره، اینه که خودشون خوب میدونن، حتی اونهایی که نمیدونن خوب میدونن که مقبولیت ندارن و برای اینکه مقبولیت به دست بیاد طبیعتاً باید انحصار باشه، باید اجبار باشه، باید زور باشه. و خب شما میدونید اینو، نیاز به گفتنش نیست، صدا و سیما با اون تشکیلات عریض و طویلش، اون اقتصادی که پشتش هست و فسادهایی داشته و داره یک طرفه، ولی یک اقتصادی دیگه که من گذرا اشاره کردم که صدا و سیما و هر سازمان رسانه‌ای در همه جای دنیا داره، که مدیرانش البته از اون ناآگاهن، بی‌بهرن، اون اقتصادی که برمیگره به توجه مردم و مخاطب و نتونستن اونو چاره‌ای براش پیدا بکنن، چون اونجا تنها جایی که نمیشه درش دخل و تصرف کرد و فساد ایجاد کرد، برای اینکه با مردمید، شما مردمی که یه انتظارات و توقعاتی دارن و اینکه یا شما دارید چیزی به اونا بدید که یه بهایی بدید که اون بها به ارزش اونها، به وقت اونها، به عمرشون، به اون لحظاتی که میخوان شما رو تماشا بکنن و چشاشون خیره بشه ارزش بده. و اینا مردم رو نمیشه فریب و فریب کاری کرد. هر جای دیگه میشه این کار کرد، میشه کالای بنجل و ساخت به هر نام دیگه به خورد مردم دردمند داد که مجبورن، ولی مردم مجبور نیستن توجهشون رو به بنده یا شما یا کسی دیگه بدن مگر اینکه بخوان این کارو بکنن. و چون این المان خواستن اینجا خیلی پررنگه، ناگزیرن که یه عده‌ای رو از این گردونه، از این صحنه خارج بکنن. این چیزی نیستش که بگیم مسبوق به سابقه نبوده، این پرسیدنت داشته و اینا همه حکایت از این میکنه که یک پترن، یک الگوی اینجا وجود داره، الگویی که از جدید نیست، شما هم ازش بی خبر نیستین. بالغ بر 30-40 سال از عمرش میگذره، حالا تا جایی که به صدا و سیما ربط داره و با این تشکیلاتی که شما گفتین همواره همینطور بوده. یعنی یه روزی آقای عادل فردوسی پور انقدر مقبولیت و محبوبیت نداشت و انقدر نمیتونست روی مخاطبی که همین الان این حاکمیت رو زیر سوال برده و حاکمیت در مقابل اون به چالش کشیده شده رو بخواد روشون اثر بذاره. حالا که میتونه بذاره، طبیعتاً باید اون رو خارجش بکنن. این چیز پیچیده ای نیست و برای اینکه خارجش بکنن، اولین اقدامشون طبعاً اینه که اخراجش بکنن، ممنوع کارش بکنن، ممنوع تصویرش بکنن و طبعاً بعدش هم مسلمه که باید اون هویتش و اون تصویرش رو نزد اذهان مردم، چون ذهن مردمه که براشون مهمه در این حالی که نیستش، خراب بکنن. ولی خب واقعیت اینه که این کار نمیتونن بکنن، چون مردم دیگه ارتباطشون مستقیمه، نیازی ندارن به اون حکومت. آقای پوریا، عادل فردوسی پور میره در یک کانال تلگرامی یا مثلا در یک حساب اینستاگرام میلیون ها نفر بهش مراجعه میکنن، ضمن اون هم خود ساختار صدا و سیما اونقدر قدرت داره که این فرد رو بگذاره کنار. کنترلی که بر صدا و سیما اعمال میشه یا صدا و سیما میخواد اعمال بکنه بر بینندگان خودش، بر مشترکین خودش، کنترلی هست که قابل انجامه یا نه؟ ببینید، همین اشاره‌ای هم که الان شد خیلی درسته و معیار قابل سنجشیه. این که حالا من یک عبارت شاید یه مقداری ساختگی من درآوردی برای توصیفش بیان میکنم، اعتبار عاطفی
یا وجود داره که به مرور زمان بر اثر جا باز کردن در دل مردم، نه با شعارهای دم دستی بلکه با امتداد ابراز علاقه و تخصص در اون کاری که داری انجام میدی به دست میاد، یا اینکه نمیشه به دستش آورد در طول یک نوع رفتار بخشنامه‌ای که سازمان صدا و سیما به عنوان در واقع منادی اصلی تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی خیلی بهش پایبنده. همه چیز رو بر اساس بخشنامه پیش میبره. بخشنامه بکنیم که مثلا در دهه 60 از فلان هفته به بعد مجریان سازمان صدا و سیما باید همه ریش بگذارند. بخشنامه بکنیم که عادل فردوسی پور نباشد. خب به این روش هیچ مقبولیتی به دست نمیاد، فقط مانعی برای مقبولیت کسی که با کارش و با همون نکته که عرض کردم همسویی بیان احساسش نسبت به احساسهای مردم در کنار تخصص اینو به دست آورده حاصل میشه. توی همین بحث مربوط به در واقع دیدن تلویزیون ایران و این شلوغ شدن صفحه اینستاگرامی فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا که شما اشاره کردین، خودش نکته خیلی جالبیه. خود ماها، بسیاری از ماها، یعنی من الان فقط به عنوان فرد حرف نمیزنم، تا وقتی که ایران بودیم ممکن بود بعد از یک جابجایی منزل در زمانی که یه بازی فوتبال مهمی داره اتفاق میفته به فکر درست کردن آنتن و گیرنده دستگاه تلویزیونیمون برای شبکه‌های تلویزیونی ایران بیفتیم. خب این اگر بنا باشه تبدیل شه به اینکه بیننده ها صدای گزارشگر رو از فرط عصبیت روی واکنش‌هاش کم بکنن و ببندن، خب تلویزیون ایران همین تک نوبت‌های مراجعه به شبکه‌هاش هم از دست میده که از دست داده دیگه. اینی که من در بخش اول عرایزم گفتم که خیلی نکته بزرگی و به لجاجت کوچکی میبازه صدا و سیما، اشاره به همین مسئله است. امروز هم گزارشگران میخواستن اون ارق ملی رو با این جهتگیری همیشگی که پرسپولیس و استقلال مهم نیست واکنش نشون بدن و جاری بکنن اون ارق ملی رو. نتیجه شد مثلا عبارتی مثل اواخر بازی که آقای احمدی گزارشگر تلویزیون ایران گفت که درباره در وصف داور گفت واسه من به ساعتش هم نگاه میکنه. اصلا این عبارت سخیف، اون شکلی از ایجاد صمیمیت با مردمه که بگن آره داری حس ما رو میگی، گزارشگر چقدر خوبه که با ما همسوه، این اون نیست و نمیشه با ضرب و زور به دستش آورد. ممنونم از امیر پوریا، روزنامه‌نگار رادیو فردا، منتقد رسانه از پراگ، و ژوبین زروان، فعال رسانه‌ای از گوتنبرگ سوئد با ما. نزدیک به یک هفته از نشت نفت، انفجار و آتش سوزی گسترده در منطقه میانکوه در استان چهارمحال و بختیاری ایران می‌گذرد. با وجود جابجایی صدها تن خاک آغشته به نفت و مهار آتش سوزی، این خطر وجود دارد که با شروع بارندگی آلودگی نفتی به منابع آب زیرزمینی هم رسوخ کند. سیاوش اردلان در گزارشش میگوید این اولین بار نیست که ساکنان روستاهای سرخون و گندمکار با این فجایع دست و پنجه نرم میکنند و هر چند سال یک بار شاهد تکرار چنین حوادثی هستند. نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار، این پنجمین بار است که این صحنه ها برای ساکنان منطقه میانکوه و طبیعت بی‌نظیرش خلق شده. بدبختش هم سر ما. جاری شدن سیل نفت در رودخانه ها و چشمه ها. پنجمین گریز از دود سیاه و غلیظ ناشی از ترکیدگی لوله های نفت که خاطرات ساکنان این منطقه را سیاه کرده. شما الان رو نقشه ایران دو تا خط میبینید. از افتخارات دولت روحانی لوله گذاری های طولانی برای جابجایی نفت و گاز در ایران است. ولی خیلی از این خط لوله ها قدیمی و فرسوده هستند و دولت ایران هنوز بخش های حادثه خیز این خط لوله ها را تعمیر یا تعویض نکرده، که هر کدام در پهنای خاک ایران مستعد یک سانحه اند. زندم سوده، طویلم سود، باغم سود، تمام زندگیم سود و بین را ویران شدم. مخصوصا خط لوله 30 اینچی مارون که روزانه 500,000 بشکه نفت خوزستان را به اصفهان میبرد و در مسیرش ویرانی و آلودگی می آورد. آب شوربی که مردم استفاده می کنن از همین رودخانه هست که نفت اومده. هر موقع بارندگی بیاد نفت هست تو منبع. کشاورزی اینجا به خاطر وجود نفت تو زمین های شالی برنجکاری
نابود شده، یعنی به معنی واقعی کلمه. تعداد خانوار 380 خونه. اینجا روستای گندمکار است، اندکی آن سوتر روستای سرخون، در کنار منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال و بختیاری، ولی در مسیر خط لوله نفت مارون. تاوان نارسایی های این خط لوله را کشاورزان و دامداران گندمکار و سرخون دادند. با آبی که روزگاری از چشمه های این منطقه تأمین می شد، ولی حالا به خاطر آلودگی به نفت با تانکر به دست مردم می رسد. متاسفانه چون منطقه کوهستانی و رانشی بود، یک بخشی از کوه رانش کرده و جاده هم اونجا به هم باز کرده. متاسفانه یه سنگ بزرگی به اندازه یه ماشین کوچیک اومده چسبیده به لوله. و آخرین سانحه یک شنبه هفته پیش رخ داد. ده ها کامیون و لودر خاک آلوده به نفت را طی چند روز گذشته جابجا کردند، اما آتش سوزی در مسیر خط لوله تا کیلومترها ادامه داشت. بیمه ها می رود که امروز آب به سد کارون 4 نیز برسد و جمعیتی بسیار بزرگتر را با خطر آلودگی آب شرب مواجه کند. ولی صدای ساکنان سرخون و گندمکار به جایی نرسیده. آقای قدرت الله، حمزه شلمزاری، جز به شکل یک تذکر در صحنه علنی مجلس. جناب آقای رئیس، در طول 30 سال گذشته به دلیل پوسیدگی لوله 4 بار ترکیدگی و انفجار صورت گرفته و زندگی مردم را مختل کرده است. آب آشامیدنی مردم، کشاورزی مردم، دامداری، باغات و شیلات از بین رفته است. مردم به سختی زندگی می کنند. این حوادث باعث مهاجرت مردم از منطقه شده است. علارغم تذکرات متعدد و جلسات مسئولان محلی با کوله‌ای از ابراز تأسف و وعده. خب آیا پایین دست این نمیشد چند تا دریاچه ایجاد کنه، چند تا مخزن ایجاد بکنه شرکت نفت؟ آیا نمیشد راه دسترسی بزنه؟ نباید ما درس بگیریم از این حادثه؟ حتما باید یه مقدار کارشناسی تر در ارتباط با تعویض یا ترمیم لوله ها یا اقدامات. شرکت نفت یا شرکت های تابع آن پاسخگو نبودند. چرا باید 11 سال طول بکشه ولی هنوز هیچ اقدامی به استثنای قول و حرف و شعار و حرف و حرف و حرف به گوش ما نرسه؟ یک سانحه دقیقا مشابه صنعت روبه شکوفایی شیلات میانکور را چند سال پیش نابود کرد و خسارتی هم که داده شد صرف پرداخت بدهی شیلاتکاران منطقه به بانک ها شد. این وضعیت رودخونهی که الان آغشته به نفت شده و مشکلات ایجاد کرده سریعاً به راهکار باش پیدا کنن. در یک حرکت زمان بندی شده. این 7 ماه پیش از این مردم منطقه به رئیس قوه قضاییه که به استان چهارمحال و بختیاری آمد شکایت بردند. مشکل چاهای نفت کشورهای دیگر رو مدعیم فنی‌های ما میتونن حل کنن، مگر اینطور نیست؟ این مردم رو رنج بده توی منطقه بشه مسئله برای مردم. انتظار مردم سرخون و گندمکار ورود قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم بود، غافل از اینکه سالها پیش از این اداره محیط زیست منطقه حتی پول نداشت شکایت خود را از شرکت نفت پیش ببرد. آب نفتی شده، مشکلات پوستی، ابراز پوستی اومده، شیمیایی اومده، عوارضی که اصلا من نمیدونم تا سال 10 سال دیگه 20 سال دیگه شاید اومده تو بدن من، بچم، زندگیم، کارمون، برنجکاریامون، درختکاری. از اوایل دهه 60 خورشیدی که نشت نفت از خط لوله مارون طبیعت میانکوه را آلوده کرد، ساکنان محلی با سرطان و بیماری‌های پوستی دست و پنجه نرم کردند. متأسفانه هیچ گونه جوابی نمیده. اما حریف صنعت غول‌پیکر سوخت‌های فسیلی ایران نشدند. من تمام زندگیم نابود شد. گوسفندام سوختن، مردن. حکایت این پیرمرد سرخون، حکایت بیماری، ورشکستگی و مهاجرت ساکنان میانکوه است. سیاوش اردلان، بی بی سی. کی می‌خواد خسارت من تعیین بکنه؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از شهر ترندهایم نروژ با ما هستند. آقای کرمی، مشکل نشت در گزارش هم اشاره شد، بارها اینجا دیده شده. خیلی وقتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از مقام ها حرف از بودجه میزنن، میگن که پول کافی نداریم. این توجیه درستیه؟ خب واقعتش اینه که حالا هم میگن بودجه کافی نداریم، هم بحث تحریم ها رو میون میکشن، اما شما ببینید این ماجرایی نیست که اخیراً شروع شده باشه. یعنی از دهه 60 کمابیش این مشکل شروع شده، بعد به تدریج هم گسترش پیدا کرده، بیشتر شده. مثلا ما تو 1-2 سال اخیر خیلی بیشتر اخبار این شکلی رو شنیدیم، اما شما 10 سال پیش
بشکه نفت $100 بود، $120 بود، در اوج قیمت خودش بود. وزارت نفت خیلی بودجه قابل توجهی داشت. همون 10 سال پیش وزارت نفت اومد HSE رو به اصطلاح اون بخشی از وزارت خونه رو که کارش کنترل همین موارد محیط زیستی است تقریبا منحل کرد، از یک فکر کنم معاونت بود تبدیل شد به یک اداره کل که همون موقع هم کلی سر و صدا شد. یا همون موقع که وزارت نفت خیلی وزارت پولدارتری بود از الان، اون بحث‌های عسل‌رویه پیش اومد که بدون هیچ گونه ارزیابی محیط زیستی، بدون کنترل اون به اصطلاح اثراتی که روی محیط زیست اطراف می‌ذاره گسترش پیدا کرد. متاسفانه شما میدید دهه 60 که اینا رخ میداد یا دهه 70، من خاطرم از اخبارش توی روزنامه کار میشد، اون موقع گفته میشد خب چون این لوله‌ها پوسیده است. حالا الان 30 سال گذشته، همون لوله‌ها همچنان دارن کار میکنن و میبینیم که ابعاد فاجعه بیشتر شده. من تصورم اینه که وزارت نفت توجه بایسته رو به موضوع محیط زیست نداره. وزارت خونه‌ها و نهادهای دیگه که مسئولن، مثلا سازمان جنگل و مراتع یا سازمان محیط زیست، هم زورشون به وزارت نفت نمیرسه. محوطه جغرافیایی که درگیر این مشکل هست، حالا افرادی که هستند خیلی تکان دهنده هستن، چند بارم سانحه دیده این منطقه، چرا در اولویت قرار نگرفته؟ شما اشاره کردید که زمانی خب وضع مالی خیلی بهتر از اینها بوده. ببینید چند تا نکته وجود داره. یکی این که اون بخشی از این گوله، همین گوله ما، حالا فقط این نیست، یعنی مثلا من بگم که مشکل اصلی به اصطلاح محیط زیست ایران با نفت کجاست، میگم جایی توی مناطق ساحلی و دریایی، مثلا جزیره خار که اون بخش اصلی اینها، این بخش کوچکتر مشکل است. اما همینجا، همین جای، همین خط لوله به اصطلاح مارون، یه چیز بوده 700 کیلومتر طول داره که نفت رو از خوزستان میبره اصفهان، از چهارمحال بختیاری عبور میده، میبره اصفهان، از اونجا میبره تهران. این 5% تقریبا از توی اراضی کشاورزی و به اصطلاح مناطقی که مالکیت خصوصی داره، عمدتا روستاها میگذره، بقیش از توی طبیعت میگذره و همه آن چیزی هم که توی فیلم و گزارش شما بود شامل اون 5% میشه. یعنی اون کار چیزی که توی محیط زیست داره رخ میده، اثر تخریبی که توی محیط زیست داره میذاره، نه اخبارش منتشر میشه، نه جایی دیده میشه، فقط مواردی که این شکلی میشه میاد توی زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داره، داره منتشر میشه. من عرض کردم مشکل اصلی این است که به صورت به جد میشه گفت، این بارها گفته شده توی خود رسانه‌های داخل ایران، بارها گفته شده، وزارت نفت هیچ اولویتی برای بحث محیط زیست متاسفانه قائل نیست. خب وقتی وضعیت به این شکل هست، اون از منابع طبیعی، این هم از خب مردمی که درگیر هستن، آیا میشه اصلا گریبان کسی رو گرفت؟ مثلا همین مردمی که متضرر شدن، آیا امکان این هست که برن به جایی مراجعه بکنن، صداشون رو به جایی برسونن و کسی رو پاسخگو بکنن؟ ببینید جناب موسوی، این که چرا داره این رخ میده، یه ذره برگردیم عقب‌تر، 3 تا دلیل داره. یعنی دلیل اصلیش پوسیدگی لوله‌هاست، مسئولیتش با وزارت نفته، یعنی این خسارتیه که وزارت نفت داره به مردم میزنه، حالا اونجایی که از اراضی کشاورزی میگذره یا حالا مناطق روستایی رو تحت تاثیر قرار میده، اون بخشش که از محیط زیست میگذره قاعدتا سازمان حفاظت محیط زیست، حالا روی کاغذ نهاد بالادستری هم است، چون محیط زیست نهاد ریاست جمهوری هست، اینها اونجا باید شرکت بکنه. بخشی از مشکل مال این است که اون زمانی که 60 70 سال پیش داشتن این گوله‌ها رو کار میذاشتن، کوشش گیاهی بهتر بوده، تصور به حساب پایداری محیطی بیشتری داشتن، اما در طول زمان رانش زمین بیشتر شده، لغزش زمین بیشتر شده، اصطلاحاً ریزش خاک بیشتر شده و این لوله‌ها رو حالا اوریان کرده، در معرض آسیب قرار داده. بله. از هم بستر و نگران. من یک نکته رو اضافه بکنم، خیلی وقتمون کمه. مردم انجام میشه، بخشش بندالیستیه، بخشش برای بهره برداری از نفته، بخشش هم الان وزارت نفت کلی نیرو استخدام کرده تو بیابون‌ها نگهبانی میدن که مثلا. متشکرم. خیلی ممنونم از ناصر کرمی. وزیر خارجه کانادا در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی فارسی گفته که اگر این کشور از روند تحقیقات مجازات عاملان سرنگونی هواپیمای اوکراین راضی نباشه، ایران رو به دادگاه یا دیوان بین المللی دادگستری خواهند کشاند. همکارم ژیار گل با او صحبت کرد. ساعتی پس از سقوط هواپیما، مقامات ایرانی میگفتند که نقص فنی باعث سقوط هواپیما شده، اما یک روز بعد شما گفتید که بر اثر اصابت 2 موشک این هواپیما سقوط کرده. شما از کجا میدونستید که این عامل سقوط هواپیما بوده؟
میدونید در اون روز شوکه کننده اطلاعاتی دریافت کردیم که دلیل واقعی سقوط هواپیما رو نشون میداد که موشک‌هایی به یک هواپیمای غیر نظامی شلیک شده. تا اون موقع وزیر خارجه کانادا و همتای ایرانی برای سالها دیداری نداشتند. با جواد ظریف در عمان دیدار کردم. بهش گفتم قبول مسئولیت ساقط کردن هواپیما مسئولیت بزرگی به دنبال داره. از جمله در زمینه شفافیت، مسئولیت پذیری و جبران خسارت برای خانواده قربانیان. مقامات ایرانی دولت کانادا رو متهم میکنن که داستان سقوط هواپیما رو سیاسی میکنه. آیا این واقعیت داره؟ خب فکر نمی کنم پرسیدن سوالهای سخت سیاسی باشه. ما پرسش هایی برای یافتن حقیقت، تحقق عدالت و حساب پس دادن برای خانواده های قربانیان داریم. وظیفه من منعکس کردن صدای اونهاست. شما گفتید با وزیر خارجه ایران صحبت کردید و ایشون قول داد که باهاتون همکاری کنه. آیا میتونید بگید امروز که ایران با شفافیت با شما همکاری کرده؟ انتظار می‌رفت ایران اطلاعات جعبه سیاه هواپیما رو بدون تأخیر استخراج کنه. دولت کانادا و خانواده قربانیان نگران بودند که چرا این همه وقت صرف شد. قرار ایران نتیجه تحقیقاتش رو تا 8 ژانویه منتشر کنه یا دست کم نتیجه اولیه تحقیقات رو اعلام کنه که چه پیشرفتی در این زمینه داشتند. اما همونطور که گفتم ایران رو نه بر اساس گفته‌هاش بلکه بر اساس اعمالش قضاوت خواهیم کرد. بعضی از خانواده قربانیان میگن کانادا میبایستی ایران رو به دادگاه‌های بین المللی بکشونه. آیا کانادا این حق قانونی رو داره؟ خب 138 نفر از قربانیان به نحوی با کانادا در ارتباط بودن. قطعا ما احساس میکنیم حق داریم این موضوع رو تا آخر دنبال کنیم تا حسابرسی بشه و عدالت اجرا بشه. قطعا روندی برای تحقق این مسئله وجود داره. حالا مذاکرات درباره جبران خسارت بین دو کشور در جریانه. اگه از نتیجه راضی نباشیم قطعا پرونده رو به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ارجاع میدیم. اگه باز هم راضی نبودیم بر اساس توافقنامه‌ها و قوانین مربوطه میتونیم به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنیم. در این برهه همه گزینه‌ها پیش روی ماست. ما تا پاسخی رضایت بخش به تمام خواسته ها و سوالات خانواده قربانیان داده نشه از پای نخواهیم نشست. مشاور ویژه نخست وزیر کانادا رالف گودل در یک گزارش درباره این حادثه گفته ایران نمیشه بهش اعتماد کرد و هیچ ارزشی برای زندگی انسان های بیگناه قائل نمیشن. ایشون چرا به این نتیجه رسیده؟ فکر میکنم مشاور ویژه نخست وزیر بر اساس مدارک و اسناد جنبه‌های مختلف رو در نظر گرفته. برای ما خانواده قربانیان و باید برای جامعه جهانی هم مهم باشه که چطور حریم هوایی در اون شرایط باز گذاشته شد؟ چرا فرودگاه بسته نشد؟ چطور ممکنه در سال 2020 همچین اتفاقی رخ بده؟ باید این سوال‌های مشکل رو از خودمون بپرسیم که در اون شرایط چطور یک هواپیمای غیر نظامی با موشک‌های شلیک شده ساقط میشه. سوال‌های بزرگی مطرحه. باید همه چیز رو مرور کنیم تا بفهمیم نقص کجا بوده، چه باید کرد تا چنین حوادثی تکرار نشه و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی چه اقدامی بکنه تا این گونه حوادث هیچ وقت دوباره اتفاق نیفته. آیا میتونید به ماموران تحقیق ایران اعتماد کنید؟ I have my doubts, but I will let obviously the process. من تردیدهای خودم رو دارم. ما در مراحل اولیه تحقیقات هستیم و باید اجازه داد روند عادی طی بشه. ما کارشناسانی داریم که اطلاعات جعبه سیاه و گزارش تحقیقات مختلف رو مطالعه خواهند کرد. به کارشناسان اجازه میدیم کارشون رو انجام بدن و منتظر نتیجه و نظر کارشناسیشون میمونیم. دوباره تکرار میکنم. ما ایران رو بر اساس اعمالش قضاوت میکنیم، نه گفته‌هاش. گفتگوی ژیار گل بود و وزیر امور خارجه کانادا. در ارمنستان از امروز 3 روز عزای عمومی اعلام شده بعد از جنگی که در آن هزاران ارمنی کشته شدند و ارمنستان بخشی از قره‌باغ را از دست داد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. ارمنستان یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخش را پشت سر می‌گذارد. یک کابوس به گفته نخست وزیر نیکول پاشینیان اینجا در صف اول عزاداران در ایروان امروز در راهپیمایی به سمت قبرستان نظامیان در بیرون شهر در شروع 3 روز عزای عمومی برای قربانیان جنگ اخیر، جنگی نابرابر و فاجعه بار. ارمنستان در این جنگ کنترل بخشی از منطقه ناگورنو-قره‌باغ و مناطق اطراف آن را از دست داد با تقریبا 3000 قربانی.
قبل از این مراسم آقای پاشینیان در پیامی گفت سه ماه گذشته سخت در این روزها برای مردم ارمنستان بوده که به گفته او حالا با کابوسی روبرو هستند که در آن همه امیدهایشان را از دست دادند و همه خوشبینیهایشان را. خیلی ها خواهان استعفای او هستند. او در پیامش گفت مسئولیت این شکست را میپذیرد، اگرچه این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند چه کسانی بر آنها حکومت میکنند. در روزهای آخر جنگ خیلی ها مجبور شدند قبل از فرار خانه هایشان را آتش بزنند تا به دست دشمن نیفتند. در بعضی از مناطق مردم کل دهکده هایشان را به آتش کشیدند. در این جنگ خونین که در آن پهپادهای دقیق آذربایجان از بالا حدود 250 تانک ارمنستان را یکی بعد از دیگری نابود کرد، مهمترین این پهپادها پهپادهای ساخت ترکیه که راهی به جز فرار برای خیلی ها در خط مقدم نگذاشت. دیشب بخش دیگری از مردم ایروان به طرف قبرستان راه پیمایی کردند، مخالفان آقای پاشینیان، در حالی که از بلنگوها نام تک تک قربانیان پخش می شد. اینجا کمتر کسی است که این جنگ را که با وساطت روسیه تمام شد پایان ماجرا بداند. کسانی که ناگورنو قره‌باغ یا آرتساخ را خطه ارمنی ها می دانند. من اومدم به این راهپیمایی برای سربازهایی که جون خودشون را از دست دادن. این شرایط امروز خیلی دور از انصافه. خاک ما پر شده از خون، ولی هیچ کس نباید فکر کنه که میتونه ارمنستان ما رو تسخیر کنه. نمیدونم با چه کلماتی احساس خودم رو بیان کنم. یک عده دوست آتش بس رو امضا کردن و شکست مردم ما رو قبول کردن. سربازا و افسرای ما شکست نخوردن. این سیاستمدارهای ما هستن که شکست خوردن. سیاستمداران ارمنستان حالا باید ببینن چگونه میتونن بر این زخم ملی مرهم بگذارن. در چهلم روز آتش بس روشن است که جنگ شش هفته‌ای حالا دشمنی ها را بین ارمنستان و آذربایجان عمیق‌تر کرده است. کسری نجی، بی بی سی. ممنون از اینکه این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. سپاسگزارم از همراهی شما.